اماما رو اگر سرچ بکنید در قرآن چهار پنجا امام یا اماما به این با این لفظ در قرآن اومده اتفاقا از هر چند جاش از هر چند موردش امامت من اند الله بعد از پیامبر رو سعی میکنن اثبات بکنن چون دلیلی وجود نداره چون دلیلی از امامت در قرآن وجود نداره این اختلاف اساسی میان مسلمان های دنیا میان سواد اعظم اکثریت مسلمان ها و شیعیان این اختلاف دلیلی در قرآن برش وجود نداره این امام وجود داشتن دلیلی برایش وجود نداره اولین اونها 124 بقر است که خیلی هم روش مانور میدن خداوند متعال میفرمایند وقتی که ابراهیم وقتی که خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمایش کرد مثل قضیه اسماعیل مثل قضیه گذاشتن خانوادهش در اون صحرای لمیزرع که حرم ایجاد شد آزمایش کرد و او به خوبی از عهده این آزمایش ها بر خداوند به او فرمود من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم ابراهیم گفت از دودمان من نیز امامانی قرار بده خداوند فرمود پیمان من به ستمکاران نمیرسد و تنها آن دسته از فرزندانت که شایسته هستن منظور, منظور آیه اینه میتونن پیشوای مردم باشن حالا دو تا نکته اصلی نکته اول این چرابتی به امام داشت همین آیه رو هر وقت از روی منبرهای آخونده شنیدید حتما میخواد امامت بعد از پیامبر رو برای شما اثبات کنه خداوند به ابراهیم علیه السلام میفرمایند که ما تو رو آزمایش هایی کردیم آزمایش های گوناگون رو تو از پسش بر اومدی ما حالا تو رو پیشوای مردم قرار میدیم امام مردم قرار میدیم همین الان ابراهیم علیه السلام امام ماست پیشوای ماست ابراهیم همین الان پیشوای ماست امام ماست آیا به این معناست که ابراهیم بعد از پیامبر اومده و میخواد دین و یه جوری دی به ما برسونه اصلا ربطی به اون چیزی که ما داریم میگیم داره نه به این فکر کنید نذارید اینطوری با مغلطه فریبتون بدن ببینیم آیه رو سوره بقره خودتون قرآنتون قرآن رو باز کنید نگاه کنید اینا رو, اینا رو بارها بهتون گفتم برای اینکه بتونن امام رو برای شما ثابت کند و اید ابتلا ابراهیم ربه بكلمات فاتمهن قال اینی جاعلك للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال احد الظالمین ترجمهش از مکارم براتون میخونم هنگامی که خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگون آزمود و او به خوبی از عهده این آزمایش ها برامد خداوند به او فرمود من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم ابراهیم عرض کرد از دودمان من هم خداوند فرمود پیمان من به ستمکاران نمیرسد هیچ جوری هیچ جوری بخوایم هر جوری بخوایم حساب کنیم به هیچ وجه این آیه اون امامت من اند الله رو ثابت نمیکنه از بعد از پیامبر چرا این پس چرا این آیات رو میارن چون یه کلمه اماما درش وجود داره و این کلمه اماما رو میخوان بگن یه ربطی به امامت داره و بچسبونن به امامان حالا چرا این کارو میکنن چون که دیگه هیچی وجود نداره من بر شما من برای شما میارم یعنی شما اگر برید از خودتون از یک آخوند یک کسی که این علم رو داره بخواید دلیل قرآنی برای شما بیاره نمیتونه دلیل قرآنی بیاره به هیچ عنوان دلیل قرآنی نمیتونه بیاره دلیل از سنت پیامبر علیه و سلام هم نمیتونه بیاره ولی این اصل باید در قرآن وجود داشته باشه اصل باید در قرآن وجود داشته باشه مثل اصل نبوت که در قرآن وجود داره مثل معاد که در قرآن وجود داره ما برای معاد دنبال آیات عجیب و غریبی نمیگردیم که یک کلمه از روز آخرت توش وجود داشته باشه و به زور بگیم پس آخرت وجود داره بارها و بارها خداوند در مورد معاد در مورد روز آخرت روز بازپسین صحبت فرمودن اصلا نیاز به این نیست که ما بخوایم تلاش بکنیم برای اینکه معاد رو روز آخرت رو در قرآن جا بدیم واضح در قرآن در قرآن کریم وجود داره بخوایم نبوت رو یه جوری در قرآن جا بدیم بگیم پیامبرانی میان نه ده ها آیه داریم در مورد نبوت اینکه پیامبران میان پیام الهی رو به ما میرسونن به این شکل هست کتاب دارن این کتاب از جانب خداست ملائکه بهش وحی میکنن به این شکل وحی میکنن ما باید ایمان داشته باشیم به ملائکه ما باید ایمان داشته باشیم به کتابشون ما باید ایمان داشته باشیم به رسول ما باید ایمان داشته باشیم به روز آخرت ما باید ایمان داشته باشیم به رسول الله علیه الصلاه و السلام همه اینها واضح آشکار آیات مشخص بدون شک و شبه در قرآن وجود داره ولی این این آیاتی هستن که اماما درش اومده ببینید این چهار مورد آیاتی هستن که لفظ اماما درش اومده هر چهار مورد رو اینها میگیرن و میگن اینا رب داره به قضیه امامت ببینید این اولیش که براتون خوندم بقیهشون بعدی در مورد نو هست بعدیش دعایی هست که ابراهیم علیه السلام میفرمایند در سوره فرقان اومده و این مورد مثلا این مورد رو و پیش از آن کتاب موسا که پیشوا و رحمت بود امام و رحمت بود کتاب موسا امام و رحمت بود یعنی چی؟ همین چیزی که ما داریم در مورد قرآن میگیم میگیم قرآن امامه قرآن پیشوای ماست امام ماست یعنی ما میتونیم قرآن رو بگیریم بفهمیمش عقایدمون رو ازش بگیریم و دینمون رو کاملا از قرآن بگیریم رسول الله علیه الصلاه و السلام تبیینگر این قرآن هست و ما شرح میدن که این قرآن وقتی گفتن عبادت بکنید وقتی گفتن ایمان داشته باشید به چه صورت هست شرح میدن این قضیه رو برای ما باز میکنن میفهمیمش درک میکنیم ولی قرآن قرآن قابل فهم رو اساسیات رو به ما گفته چرا فکر میکنید خودشون رو اذیت میکنن برای اینکه آیاتی که الان این آیه چطور میشه به امامت من عند الله بعد از پیامبر ارتباط پیدا کرد پیدا راهی برای ارتباط پیدا کردن به امامت من اندلاه براش پیدا کنیم به هیچ عنوان نمیتونیم، امکان نداره چرا نمیتونیم؟ چرا امکان نداره؟ چون امامتی بعد از پیامبر وجود نداره